اول قرنتیان 13:13 که پولس رسول میگه داریم این آیات شو؟ آمرسی بسیار زیبا راب. خب اول قرنتیان 13:13 اعلام میکنه بر حال این سه چیز باقی است، یعنی ایمان، امید و محبت، اما بزرگتر از اینها محبت است. درسته؟ اولا 13 به نوعی توی دنیا میگن نسل. درسته؟ عیسی مسیح اومد روی صلیب تمام نسل‌ها رو برداشت. آمین. پس 13 خداوند ما عیسی مسیح این 13 رو در بر گرفته. جوابش میشه چی؟ مزمور 26. 13 به اضافه 13 26. لطفا یه نفر مزمور 26 یک رو باز کنه، دوست دارم اون بخونه، هر کسی باز کرد بخونه که این چه برکتی میشه برای ما. خب ایمان، امید، محبت. ایمان در اقتدار به امید به خدا هستش. در اصل ایمان من به خدا یعنی شناخت درست باعث امید من میشه که چشمانداز من به پیروزی ها و موقعیت هایی که خدا دلیل اصلی اون میباشه و اون تبدیل به اون فعل من میشه که محبت هست، کار خدا در من و ثمره ایمان و امید من خواهد شد. که بعد میگه اما از همه بزرگتر چیه؟ محبت هستش. پس مدام در حضور خدا، در اراده خدا، به قوت هدایت روح القدس من نیز عمل خواهم کرد و در این مسیر نیز جلو خواهم رفتش. پس ایمان من باید پیوسته قوی باشه. اما اگر شما بخواید این خانه ای رو که دارید میبینید به نوع دیگه بهش نگاه کنید، اگر شما به جای این ایمان بذارید بی ایمانی، پس مسلماً امید من تبدیل میشه به ناامیدی و ناامیدی من دیگه محبت نخواهد بود، ناامیدی من گناه خواهد بود. اما از همه اون چیزی که بزرگتره و میمونه هلاکت خواهد شد. متوجه شد چی شد؟ پس خیلی ایمان تو قوی کن تا امیدت بسیار باشه و وقتی که امید تو مسیح هست مطابق متی 12:21 اون امید تو هستش، مطمئن باش که ثمره اون نیز هرگز بدبینی و گناه نخواهد بود.